وزارت خارجه ایران روز شنبه توافق جدید عربستان سعودی و کویت برای توسعه میدان مشترک گازی آرش یا الدوره رو غیر قانونی خواند و گفتش که حق ایران برای بهره برداری از این میدان همچنان محفوظ است. این توافق دوشنبه گذشته توسط وزیران نفت کویت و عربستان امضا شده. میدان گازی آرش که طرفای عربی اون رو از دوره مینامند، یک میدان مشترک بین ایران، کویت و عربستان هست و بخش‌هایی از اون در محدوده آب‌هایی است که حدود بین‌المللی اون بین ایران و کویت هنوز مشخص نشده. ایران و کویت از حدود 60 سال پیش بر سر مرز آبی دو کشور در این منطقه که میدان مشترک هم در اون واقع شده اختلاف دارند. در این زمینه گفتگویی دارم با امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی که از واشنگتن دی سی با ما همراه هست. آقای شکری، میشه ابتدا برای ما اصلا تعریف کنیم میدان گازی چی هستش و توافق اخیر بین کویت و عربستان چی هست؟ میدان گازی از دوره تقریبا 55 سال پیش کشف شد که بخش ایرانی اون آرش نامیده شده. این میدان دقیقاً در جنوب غربی دجله خاک و جنوب میدان نفتی ابوذر واقع شده. مذاکرات بین ایران و کویت برای تعیین مرز دریایی برای بهره برداری از این میدان از 5 دهه قبل شروع شده که پس از 3 دهه رفته از سال 2000 روند بیشتری گرفت و دو تا کشور تونستن تا بخش مشکلات موجود رو بین خودشون حل بکنن و در دوران برجام هم ایران مناقصه برای بهره برداری از میدان گازی آرش برگزار کرد که با اعتراض رسمی کاردار کویت در تهران روبرو شد. با توجه به تنش‌های ایران و عربستان به انتظار نمی‌رسید که ایران بتونه در کوتاه مدت از این میدان بتونه بهره برداری داشته باشه و با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر هم این دو تا کشور سعی کرده بودن که روابط خودشون رو بهبود ببخشن و تنش‌ها رو حل بکنن، ولی در حتی اگر بندیم که با حملات حوثی‌ها به تأسیسات آرامکو این روند متداول شده، انتظار نمی‌رسید که ایران بتونه در این میدان سرمایه گذاری بکنه. و در دوران روحانی هم از زنگین خودش اعلام کرده بود که ایران برای توسعه میادین مشترک به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داره که با توجه به تداوم تحریم ایران نتونست از این سرمایه گذاری استفاده بکنه و در اکثر میادین مشترک تولید بیشتر ظرفیت تولید در اختیار کشورهای همسایه ایران هستش. آقای شکری، این اولین بار نیستش که خب ایران مشکل داره با همسایگانش در مورد میدان‌های مشترکی که وجود داره، اما در مورد اعتراضی که کرده از نظر حقوقی این اعتراض اصلا چی هست؟ چون شنیده میشه که اصلا اونا تو منطقه خودشون دارن کار میکنن. باید اشاره بکنم که میدونی که میدان عظیم پارس جنوبی که بین ایران و قطر مشترک هستش، تأمین کننده 70% گاز مورد نیاز ایران هستش. 10 سال پس از قطر تونست عملات اکتشاف و استخراج گاز را از میدان شروع بکنه و در 2 سال اخیر ایران تونست در میزان تولید این سالیانه از میزان تولید قطر پیشی بگیره و اگر به کل مدت تولید نگاه بکنیم ایران بسیار از قطر عقب‌تر هستش. قطر در سایه تولید الینجی از این میدان عظیم به دومین تولید کننده الینجی جهان تبدیل شده و در سال 2027 هم قرار 40% ظرفیت تولید خودش افزایش بده. برای ایران با توجه به تداوم تحریم ها و اینکه نمیتونه برای جلوگیری از افت فشار از تکنولوژی کشورهای خارجی و سکوهای 20000 تنی که برای کاهش فشار لازم ازش استفاده بکنه، ایران در این میدان از قطر عقب افتاده. در کل مجموع تولید در میادین مشترک با عراق هم شرکت‌های چینی، روسی و شرکت‌های اروپایی از قبیل توتال سرمایه گذاری زیادی انجام دادن و ایران نتونسته تا به کنون در میزان تولید به سطح عراق برسه. در دوران احمدی نژاد شرکت‌های چینی در حدود 40 میلیارد دلار از ایران پروژه گرفتن که در این میادین سرمایه گذاری بکنن که ایران هم بتونه در میزان تولید به عراق برسه، این هدف عملیاتی بکنن و همچنان مانع باعث شدن که بخش غرور عظیم با مشکلات خشکسالی روبرو بشه و این میادین رو خشک کردن، چون تکنولوژی شرکت‌های چینی برای این زمین میادین مناسب نبود. در کل ایران برای میادین مشترک که اولویت اول دولت‌های احمدی نژاد و روحانی بود نتونست به خاطر تداوم تحریم سرمایه‌گذاری لازم جذب کنه و در همه میادین از میزان تولید از کشورهای همسایه عقب افتاده. در میدان گازی آرش و الدوره هم اگر اختلافات هم سپاسگزارم از شما امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک از واشنگتن دی سی.